با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دانش آموزای عزیز، خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم. بچه‌ها یه خورده وقتمون گذشته، سریع دیگه بریم سراغ اصل مطلبمون. میخوام فصل پنجم با هم دیگه شروع کنیم. مبحث خیلی خیلی مهمیه تابه. از الان که میخوام تابه رو باهاتون شروع کنم، میتونم بگم تا سال 12 و توی کنکور سراسری که خیلی باهاش کردیم. پس خواهشان همه حواسو به من باشه و بریم سراغ درسمون. خب بچه‌ها ببینیم این قسمت رو. گفتیم که فصل پنجم راجع به تابع داره صحبت میکنه. میگه آقا ما دو تا مجموعه داشته باشیم، مثل مجموعه آ و مجموعه بی. اعضایی که از مجموعه آ رو میتونیم به مجموعه بی ما انتقال بدیم، باید از هر عضو مجموعه آ یک عضو به مجموعه بی انتقال داده بشه. جزوه که انشالله جلوتون هستش. بریم سراغ خود جزوه. متن جزوه رو ببینید چی گفته. گفته یک تابع از مجموعه آ به مجموعه بی رابطه بین دو مجموعه است. که چی بچه ها؟ که اومده اینجا گفته که در آن به هر عضو از مجموعه آ دقیقا یک عضو از مجموعه بی نسبت داده شود. روش های مختلف رو بریم با هم دیگه بررسی کنیم. دو تا روش داریم، یکی روش جدولیه، یکی روش نموداری یا روش پیکانی. روش جدولی چی میگه؟ یه مثال براتون آوردم. مثلا گفته آقا توی دو سه ماه پایانی سال میزان بارش رو ما میخواییم نسبت بدیم. مثلا اینجا رو ببینید، گفته روز 30 دی میزان بارشمون چقدر خواهد بود؟ 3 میلیمتره. گفته روز 30 بهمن 2 میلیمتر، 30 اسفند 4 میلیمتر. برای آخرین روز هر ماه اومده بررسی کرده. بچه ها روز 30 دی مثلا میخواد بگه تو استان البرز، تو شهر کرج 3 میلیمتر بارون اومده. برای این روز 30 دی یه مقدار ثابت ثبت شده. شما دیگه نمیتونی مقدارش رو متغیر بگی آقا روز 30 دی یه بار 3 میلیمتر اومد، یه بار مثلا 5 میلیمتر اومد، یا مثلا بگی روز 30 بهمن یه 2 میلیمتر داشتیم، یه 1.5 میلیمتر داشتیم. نمیشه همچین چیزی. پس جدولی که ما داریم به هم دیگه نسبتشون میدیم میشه یک تابع. برای هر روز یک مقدار مشخص دارم، برای 30 بهمن یه مقدار، برای 30 اسفند یه مقدار، برای هر روز یه مقدار مشخص دارم. بریم سراغ نمودار پیکانیش. نمودار پیکانی چی میگه بهمون؟ میگه اگه بخوایم نمایش جدولی رو به صورت پیکان نمایش بدیم، همین بالایی، همین مثال بالا رو آوردم اینجا براتون. میگه آقا این مجموعه آی که شما به ما گفتی، 30 دی، 30 بهمن، 30 اسفند شد 3 تا عضو از مجموعه آ، و اون مقدارهای 3 و 2 و 4 هم شد 3 تا عضو از مجموعه B. حالا میخوام به صورت پیکانی نمایشش بدم. خوب دقت کن بهم. میگه آقا 30 دی 3 میلیمتر بود، 30 بهمن 30 اسفند. یه طریقه دیگه از اون مثال بالایی دارم بهتون نمایش میدم. فقط خیلی مهمه، خیلی مهمه نکته ای که اینجا براتون آوردم، میخوام بگم زیرش خط بکشی، فقط حواست به من باشه. گفته برای آن که نمودار پیکانی نمایشگر یک تابع باشد، باید از هر عضو از مجموعه آ دقیقاً یک پیکان خارج شود. این خیلی مهمه، با این خیلی کار دارم. یعنی میخواد چی بگه بچه ها؟ میخواد به من بگه، بگه آقا اگر من دو تا مجموعه داشته باشم، این دو تا مجموعه من هستش، مجموعه آ و مجموعه بی، این مجموعه آ، این هم مجموعه B. میگه اعضایی که توی این مجموعه A قرار گرفتن باید یک فلش ازشون خارج بشه. یعنی ببین اینجا رو، الان یه تابه است، یه فلش ازش خارج شده، به اعضای هر عضو از A یه فلش خارج شده، رفته به مجموعه B که عضو از B هستش. اگر چند تا عضو دیگه اینجا داشته باشم که بهش فلش نیومده باشه، اونو دیگه تو مجموعه هم نمیارم. مثلا بذارید اینو با عدد مثال بزنم. 1 و 2 و 3 اینجا هستش، 4 و 5 و 6. تک تک میخوام اینا رو مشخص کنم به هم. میگم آقا این 1 شده 4، 2 مقابل 5، 2 مقابل 6، 3 مقابل 5. اگر اینجا یه عدد داشته باشم مثل 7، بخوام مجموعه آ رو بنویسم، میگم آقا مجموعه آ من بود 1 2 3، و مجموعه بی منم بودش چی بچه ها؟ 4 و 5 و 6.
دیگه 7 رو نمیارم ها. چرا؟ چون عضوی بهش وارد نشده. پس اصلا دیگه با مجموعه 7 کاری، با عدد 7 دیگه کاری ندارم. یه بار دیگه این جمله آخر رو با هم بخونیم. گفتم فقط یاد باشه برای اینکه نمودار پیکانی نمایشگری یک تابه باشد، باید از هر عضو دقیقاً یک پیکان خارج شده باشد، در حالی که ممکن است یک عضو از مجموعه B وجود داشته باشد که دو پیکان بهش وارد شده باشه، ممکنه دو تا اومده باشه بهش، یا حتی پیکانی با اون وارد نشده باشد. دقیقاً مثالی که عدد 7 که بهتون گفتم. بنابراین تعداد اعضای مجموعه A، این خیلی مهمه، همواره بزرگتر یا مساوی تعداد اعضای مجموعه B. میگه این دوتا مجموعه که اینجا داشتیم، تعداد اعضای مجموعه A من یا باید از مجموعه B من بزرگتر باشه یا باید مساوی باشه. هیچ وقت تعداد اعضای مجموعه A نمیتونه از B کوچیکتر باشه، که اون موقع دیگه تابع نیستش. خب بریم سراغ صفحه 89. یه مثال براتون آوردم مشابه کار در کلاس صفحه 98 کتاب درسیه. چی گفته تو این مثاله؟ گفته با ذکر دلیل بیان کنید که نمودار پیکانی زیر نمایشگر یک تابع می باشد. خب ببین من چی میخوام بگم، خوب گوش بده بهم. گفته از هر عضو از مجموعه A باید یه فلش خارج شده باشه. الان میخوام بگم ببینم الف تابع هست یا نیستش. اینجا رو ببین، یه فلش اینجا رفته، آقا این درسته. بعدی حالا خب عضو سی رو بررسی کنم، یه فلش رفته درسته، اما از عضو بی چند تا فلش خارج شده؟ دو تا. پس آقا این تابع نیستش. دلیلش هم این بود که از عضو بی دو تا فلش خارج شده. بریم سراغ مورد دوم. از آ یه فلش، از بی یه فلش. اینجا این عضو سی فلش نداره به اف، چون نداره بچه ها چیه؟ تابع نیستش. اینم رد میشه چون پیکانی از این خارج نشده. اگه پیکان خارج شده بود اون موقع تابع بود، چون پیکان خارج نشده تابع نیست. و سراغ سومی، آقا از آ یه پیکان خارج شده، قبوله. از بی یه دونه، از سی یه دونه، از دی هم یه دونه، قبوله، همش کامل انجام شده است. ولی اینجا رو نگاه کن، به عضو جی از مجموعه مثلا بی، خودم میخوام نامگذاری کنم، از مجموعه بی به عضو جی چند تا فلش وارد شده؟ دو تا. مشکلی نداریم با این. تو اینجا میتونه حتی دو تا یا سه تا وارد شده باشه، اما اینجا از این عضو مجموعه آ نباید دو تا فلش خارج شده باشه، مثل این مثال اول مورد الفش. پس این تابه است. گفته بود کدوماشون تابه؟ با ذکر مثال گفتیم کدوماشون. یه مثال آوردم براتون، مثال خیلی مهمیه، اکثرتون تو این چند وقتی مثال از من پرسیدین، خیلی مثال مهمیه، خوب فقط به هم گوش بده ببین چجوری میخوام حلش کنم. بچه ها ما گفتیم که از مجموعه A باید یه فلش خارج بشه. الان مجموعه A رو نگاه کن، چند تا فلش خارج شده از عضو اولش؟ دو تا فلش. آقا اگه دو تا فلش خارج بشه، همین الان بالا به ما گفتی، گفتی تابع نیستش، میگم قبوله. پایینیه چی؟ عضو سومش، یعنی عدد 3. اینجا هم دو تا فلش خارج شده، اما بچه ها مقدار آ به اضافه بی آ منهای بی که دو تا فلشی که خارج شده با مقادیر بعدیش باید برابر باشه. چرا باید برابر باشه؟ چون اینجا خودش گفته یک تابع را نشان میدهد. خود صورت سوال داره بهت میگه این تابع است، تو نمیتونی ردش کنی. خود صورت سوال گفته آقا یه تابع است. حالا گفته مقدار بی ام ان های آ رو به دست بیار. میگم آقا برای اینکه این تابع باشه، با توجه به خود صورت سوال که خودش به ما گفته مقدار آ به اضافه بی باید برابر با چند باشه بچه ها؟ برابر با 4 باشه. مقدار بعدی این آ ام ان های بی ما باید چند باشه بچه ها؟ برابر با 6 باشه. چرا؟ چون خود صورت سوال گفته تابع است. با هوش جواب بدن چی به هم داد؟ یه دستگاه. آقا این دوتا با هم ساده میشه؟ میشه 2A مساوی با 10. مقدار A رو از اینجا به دست میارم، A من میشه 5. مقدار A به دست اومد 5.
مقدار بیرم باید به دست بیارم، بعد این دوتا رو از هم دیگه کم کنم، فقط با توجه به این چیزی که خود صورت سوال بهم گفته. بریم سراغ مقدار بی، تو یکی از این دوتا آ رو جایگذاری کنی. تو همین اولیه جایگذاری میکنم، میگم آ اگر باشه 5 به اضافه بی مساوی چند شده؟ مساوی 4 شده. 5 رو انتقال بدم به اونور منفی میشه، از 4 کم میشه، پس نتیجه میگیرم مقدار بی من مساوی منفی 1 هستش. آ شد 5، بی شد منفی 1. سوال چی رو از من میخواد؟ بی منهای آ رو از من میخواد. من میخوام بی منهای آ رو حساب کنم، پس اینجا مینویسم، میگم بی منهای آ مساویه با بی چند شد بچه ها؟ منفی 1. آ چند شد؟ 5. ولی بینش چی داره؟ یه منفی داره، پس میشه منفی 5 مساویه با منفی 6. خب سوال، خانم کیاروسا پرسیدین گفتین تو مورد ب مگه نگفتین مجموعه آ بزرگتر یا مساوی باشه؟ چرا حد زدم براتون این سوال پیش بیاد؟ اینجا رو ببینی بچه‌ها سوال دارن، سوالشون هم بجاست، میگه آقا مگه شما نگفتین بعد عضوش مساوی باشه یا مجموعه آ بزرگتر باشه؟ میگم بله، اما اینجا الان تو مجموعه آ عضوی هست که به مجموعه بی نسبت داده نشده. ببینید بچه‌ها، مثلا میخوام این حالت رو براش بنویسم، میخوام به صورت مجموعه بیان کنم. اگر این آ باشه اینم بی، میخوام آ رو بنویسم، میگم آ اعضاش هستش آ کوچیک و دی بی کوچیک و ای. خب بعدیش چی؟ الان سی و اف رو باید بنویسم یا نه؟ چون بچه ها نمودار یا پیکانی بهش نیومده بود، ما اینو خودمون کشیدیم، چون نیومده ولی اینجا تو مجموعه داره مشخص میشه و داخل مجموعه اومده نمیتونه تابع باشه. اگر سی و اف نبودن حق با شما بود، یکیش هم نباشه. ببین بچه ها، گفتم تو مجموعه قبلا بود، اگر سی نبود ولی اف بود اون موقع باز تابع بود، اما اینجا هر دوتاشون چون هستن و بلا تکلیفن نمیتونه تابع باشه. راجبه این مثال اون سوالی ندارین؟ سوال؟ خواهش میکنم. گفته با ذکر دلیل بیان کنید روابط زیر بیانگر یک تابع هستن یا خیر. با دلیل میخواییم بگیم بچه ها تابعن یا نه. خب اولیش گفته رابطه ای که به افراد سن آنها را نسبت میدهد تابع هست یا نیست؟ بچه های مشابه تمرین صفحه 100 کتابتونه، صفحه 100 کتاب درسیتون یه تمرین شبیه این آورده. گفته رابطه ای که به افراد سن آنها را نسبت میدهد تابع هست، درسته؟ آقا چرا؟ چون هر فرد تو هر بازه زمانیش، یا مثلا بهتر بگم تو هر سال زندگیش، میتونه تو یه سال باشه. مثلا چجوری بگم، الان من تو سال 99 میتونه 29 سالم باشه. غیر ممکنه یه شخصی مثل من تو سال 99 بگه آقا هم من الان مثلا 29 سالمه هم 32 سالمه. خنده داره، اصلا خودتون خندتون میگیره، غیر ممکنه همچین چیزی. پس رابطه بین خود فرد و سنش یک رابطه تابع هستش. گفته رابطه‌ای که به هر دانش آموز نمره درس ریاضی رو در پایان سال رو نسبت می‌دهد. نمره درسش تو پایان سال، خوب دقت کن، تو پایان سال توی کارنامه میگه برای درس ریاضی 1 من یه نمره خواهم داشت. غیر ممکنه شما برای درس ریاضی 1 دو تا نمره داشته باشی، چون یه امتحان بیشتر ندادی، پس اینم یه تابع است، درسته؟ رابطه‌ای که به افراد تیم‌های فوتبال مورد علاقه رو نسبت میده. ممکنه من طرفدار چند تا تیم باشم، میگم آقا من از مثلا تیم‌های داخلیمون فلان تیم‌ها رو دوست دارم، از مثلا کشور آلمان فلان تیم رو دوست دارم، ایتالیا فلان تیم رو دوست دارم، پس از من نوعی که توی مجموعه اول قرار گرفتم، مثلا من اینجا ممکنه چند تا فلش خارج بشه، به سمت چند تا تیم بره، پس این غیر ممکنه. گفتیم آقا یه فلش باید خارج بشه.
و موضوع آخر گفته رابطه ای که به هر فرد غذاهای مورد علاقه او را نسبت میدهد. دقیقا شبیه بالایی است. این دوتای آخری تابع نیستند. چرا تابع نبودند؟ دلیلش رو توضیح دادم. سوال ندارید بچه ها؟ بریم سراغ ادامهش. گفته نمایش تابع به صورت زوج مرتب. خیلی مهمه، خیلی مهمه، خوب به هم دقت کنید. خیلی با این کار داریم. از این به بعد یواش یواش داره درس تابمون داره سر و شکل میگه. چیزایی که تا الان بهتون گفتم یه خورده مقدمات بود. گفته دو تا عدد متمایز داریم مثل A و B. هر عددی میتونه باشه، مثبت، منفی، کسری، رادیکالی، هر عددی میتونه باشه. این دو تا عدد A و B گفته میتونن در کنار هم به دو حالت قرار بگیرن. یعنی حالت اولش خودش گفته تو این حالت باشه، حالت دومش به این شکل باشه. جا به جا میتونن بشن با هم دیگه. گفته واضح هست که آ و بی و بی و آ با یکدیگر برابر نیستن. قبول آقا، همه میدونن اینو. یعنی ترتیب نوشتن عددها در هر زوج مهم است. دورش خط بکش. گفته در هر زوج برای من مهمه که به چه شکلی دارم استفاده میکنم ازش. خب بنابراین به هر یک از زوج‌های گفته شده یک چی میگیم بچه‌ها؟ زوج مرتب. اینا رو که من دارم مشخص می‌کنم شما هم هایلایت کنید، شما زیرش خط بکشین. به هر کدوم از اینا میگن یک زوج مرتب. پس از این به بعد گفتم آقا زوج مرتب دارم یعنی چی؟ یعنی این پرانتز سری بیاد تو ذهنت، یه و بیاد بینش، دو تا عددم اینجا قرار من داشته باشم. در زوج مرتب A و B عضو A را مؤلفه اول و عضو بی را مؤلفه دوم مینامند. پس تو این زوج مرتب، تو این پرانتزی که من داشتم، این عضوی که اینجا قرار میگیره رو بهش میگم مؤلفه اول. اصلا نمیخوام آو بیاد بگیری، شکل نموداری یاد به صورت تصویری یاد بگیر. و عددی که قرار میگیره بهش میگم مؤلفه دوم. ببین اینجا رو مثلا مثلا هر زمانی من یه پرانتز داشتم، دو تا عدد داشتم مثل 5 و 10، یا یه پرانتز داشتم مثل رادیکال 2 و مثلا 5 ششم، به این عدد اولیه میگن مؤلفه اول، به این عدد دومیه میگن مؤلفه دوم. دیگه نمیخوام آ و بی یاد بگیرید. بریم سراغ جزوه خودمون. گفته یه نمودار، این نکته آوردم واسهتون. گفته یه نمودار پیکانی رو در نظر بگیرید بچه‌ها که بیانگر یک تابعی میباشد. نمودار زیرا میتونیم به صورت مجموعه‌ای از زوج‌های مرتب بنویسیم. اینجا رو نگاه کن، خود صورت سوال اومده نوشته، خود صورت جزوه واسهت اومده نوشته. گفته آقا اگر این دوتا مجموعه باشه، دوتا مجموعه متمایز، یه سری عضوها دارن. الان عضو A و B و C از مجموعه اولن و عضو دی و ای و اف از مجموعه دوم. اگر اینا رو بخوام به صورت زوج مرتب بنویسم به این شکله، میگم آ رفته به دی، بی رفته به ای، سی هم رفته به اف. پس اینا تک تک به صورت زوج مرتب. اینو باید درست کنید بچه ها. بی رفته به ای، سی رفته به اف. اینو تو جزوهتون درست کنید. تو جزوه اشتباه تایپ شده، یا فعلش رو تغییر بدیم پیکانو یا اون قسمتو. بریم سراغ ادامهش. گفته دقت داشته باشید که در هر زوج، که هر زوج مرتب را میتوان به صورت یک نقطه در دستگاه مختصات نشان داد. فکر کنید مختصات، یه جدول مختصات دارم، یه دستگاه مختصات دارم. هر کدوم از این نقاطی که بچه اینجا توضیح دادیم و میتونیم به صورت یک نقطه نشون بدیم. به چه شکل آقا؟ مثلا ممکنه اینجا من داشته باشم بگم آقا F برابر است با 1 و 2 2 و 4 و مثلا 5 و 3. تک تک اینا رو میخوام، تک تک این نقاط هم رو میخوام روی محور نشون بدم. اینجا باشیم خیلی بهتره. این محور منه، نقاط هم مثلا 1 و 2 بود، این 1 و 2،
اینجا میشه، این میشه نقطه من. یا یه نقطه داشتیم مثلا مثل 5 و 7، حالا نقاط خودم دارم میگم، 2 3 4 5، 3 4 5 7، این نقطه محل برخوردشون. نقاط رو داره به شما میگه آقا هر کدوم از این نقاط به صورت یک زوج مرتب میتونن باشن، که این نقاطی که الان ما داریم نشون میدیم به صورت زوج مرتب هستش. خیلی خوب، روی سوال قبل رو جزوه خودمون بچه‌ها، سوالی که داشتیم اینجا منبعی که داشتیم بررسی میکردیم، قبل که اصلا بخوام سراغ برد بخوام برم، چون اینجا مبحث بحثش پیش اومده، میخوام بهتون بگم به عدد 1، عدد 2 و عدد 5، بهتر بگم مؤلفه های اول تابمون، مؤلفه های اول زوج مرتبمون، میگن دامنه تابه یا دی اف. یعنی دی اف رو بخوام بنویسم یا دامنش رو بنویسم، میگم میشه 1 2 5. اگه بخوام آر اف رو بنویسم یا اصطلاح دیگهش بردشو، این دامنه بود. پس از این به بعد گفتم آقا دامنه این زوج مرتب رو بنویس. شما الان میخوای دامنه اینا رو بنویسی، میگی آ بی سی، اینا میشه دامنه. بردشو بخوای بنویسی میگی دی ای اف، اینا هم شد بردشون. حالا میخوام برد اینو بنویسم، این چیزی که خودمون نوشتیم میشه 2 4 و 3. 2 4 و 3 هم شد برد تابع ما. پس به مؤلفه های اول تابع میگن دامنه که زوج مرتب قرار گرفته بودن، به مؤلفه های دومش میگن برد. سوال ندارید؟ بریم ادامه درسمون. خب این قسمت دوم براتون توضیح دادم، بریم سراغ قسمت سوم. اگر یک رابطه به صورت زوج مرتب داده بشه، هنگامی که این رابطه هنگامی این رابطه تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن وجود نداشته باشد. بچه‌ها یه خورده باید اینجا رو دقت کنیم، جمله‌ش یه مقدار سنگینه ولی اگه خوب جا بیفته براتون دیگه خیال من خیلی راحت میشه. میگه یک رابطه به صورت مجموع زوج مرتب داده بشه، یعنی زوج مرتبایی که بهتون دادم الان تو این بالا بررسی کردیم، میگه این رابطه یک تابع است. چه زمانی؟ زمانی که هیچ دو زوج مرتب متمایزی در آن وجود نداشته باشد. که چی باشه؟ که مؤلفه اولش با هم برابر باشه. مثلا مثل چی؟ مثال آوردم ها ادامه جزوه، فقط اینجوری میخوام بگم، میگم اگر دو تا زوج مرتب داشته باشم، مثلا اینجا باشه 2، اینجا هم باشه 2، مؤلفه های اولش 2 2ه، باید مؤلفه های دومش هم با هم برابر باشه. یعنی غیر ممکنه اگه نباشه تابع نیستا. اگر این دوتا مؤلفه دوم که اینجا دارم دایره با دایره نشونشون میدم باید با هم برابر باشن، که اگر با هم برابر نباشن دیگه شکل دیگه تا رابطه ما تابع نیستش. ممکنه بچه ها سوال هایی که مطرح میشه اینجوری باشه، بگی آقا من اینجا رو دارم 2 و 5، اینجا رو دارم 2 و آ، برای اینکه این دوتا زوج مرتب تشکیل تابع بدن باید آی من برابر با چند باشه؟ باری کلا باید برابر 5 باشه، که اگه آ هر عدد دیگه ای باشه دیگه اون موقع تابع نیستش. پس زمانی که نتیجه بگیریم، زمانی که زوج مرتب داشتم مؤلفه اول با مؤلفه دوم برابر شد، ببخشید مؤلفه اول از یه زوج مرتب با مؤلفه اول از یه زوج مرتب دیگه برابر شد، مؤلفه های دومش هم باید با هم برابر باشن، که اگه نباشن دیگه تابع نیستش. بریم سراغ ادامه. خیلی مهمه، خوب گوش بده به همین یه تیکه رو. گفته میخوام یه رابطه رو توصیف کنم، به هر عدد طبیعی کمتر از 4 دو برابر آن را نسبت دهند. بچه ها عدد طبیعی کمتر از 4 بود 1 2 3، گفته دو برابر آن را نسبت دهند. من اینجا می نویسم
هم خود به سیمه اینجا فکر کنم قطع شد. آقا این مانیتور کار نمی کنه. پام خود فکر کنم یه سیمه قطع شد. یعنی در اومد. مرسی. خب بچه عذرخواهی میکنم صدامون قطع شد. گفته به هر عدد، به هر عدد طبیعی چند تا من زوج مرتب میکشم اینجا. گفته طبیعی کمتر از 4، پس میتونه اینجا 1 باشه، 2 باشه و 3، اعدادی که میخوان قرار بگیرن. گفته چند برابرش بچه ها؟ گفته 2 برابرش رو نسبت بدید. 2 برابر 1 رو بخوام نسبت بدم میشه 2، 2 برابر این میشه 4 و 2 برابر اینم میشه 6. چند تا زوج مرتب دوتایی دارم؟ 3 تا زوج مرتب دوتایی شد. مجموعه زوجه های مرتب. گفته نمودار پیکانی، کاری نداره که نمودار پیکانیش هم با هم یه بار کشیدیم، دوباره میکشم. 1، 2، 3 بود 2، 4 و 6. این هم نمودار پیکانیش. بعد اومده گفته نمودار مختصاتیش. بچه ها 3 تا نقطه مختلف دارم با 3 تا مختصات و 3 تا عدد مختلف، میخوام تو این نموداره نشونش بدم. نقطه 1 و 2 رو میخوام اینجا نشون بدم. نقطه 1 و 2، نقطه 2 و 4 اینجا میشه حدوداً. نقطه 3 و 6، این 3 اینم 6، اینم نقطه سوم بود. اینم شد نمودار، بخش نمودار مختصاتیش. گفته به اعداد، بریم سراغ بعدیش. به اعداد 1 و 4 ریشه های دوم آن را نسبت دهید. بچه ها اعداد 1 و 4 رو به من داده، گفته ریشه های دومش. یه نکته بخوام بگم راجب همین، اگه من میخواستم از 1 و 4 جذر بگیرم، اگه از 4 جذر میگرفتم ریشه هاش میشد مثبت منفی 2، اگه از 1 هم میگرفتم میشد مثبت منفی 1. با توجه به این دوتا نکته که الان گفتم میخوام برم اینو بنویسم. پس باید بنویسم 1 و 1 1 و منفی 1، 4 و 2 4 و منفی 2. چند تا نقطه به من داد؟ 4 تا نقطه به من داد. حالا بریم سراغ نمودار پیکانیاش. میخوام ببینم تابع هست یا نه. بچه ها گفتم 1 داشتم و 4، ببین عددمو 1 1 4 4، 1 و 4 رو نوشتم. بریم عددی که توی زوج مرتب بود رو بنویسیم. مثبت 1 منفی 1، مثبت 2 منفی 2. الان میخوام اینا رو نسبت بدم. از 1 یه فلش میاد به مثبت 1، یه دونه میاد به منفی 1. تابع هستش یا نیستش؟ نیست مطمئنن. چرا؟ چون دو تا فلش داره خارج میشه. اگه از روی این زوج مرتبا میخواستم نظر بدم، میگفتم آقا دو تا زوج مرتب دارم که دو تا مؤلفه اول یکسان دارم، ولی مؤلفه های دومشون یکسان نیستش، پس تابع نیست. بریم سراغ نمودارش. میخوام رو نمودار صحبت کنم راجبش. از ببین از سه جهت، از سه قسمت دارم واسه بررسی میکنم. گفته 1 و 1، بعدی 1 و منفی 1. 1 اینجاست، منفی 1 میشه اینجا. صحبت دارم راجب اینا، حواست به این باشه. 4 و مثبت 2 4 و منفی 2، اگر اینجا 2 3 4 باشه اینجا میشه مثبت 2، اینجا میشه منفی 2. اینجا منفی 2. روی نمودار چجوری بررسی می‌کردیم که آقا تابع هست یا نیست؟
روی نمودار. میگم آقا هر وقت من یه خط بکشم، این خط سبزی که دارم میکشم باید تو یک نقطه نمودار منو قطع کنه. تو چند تا نقطه داره قطع میکنه الان؟ تو دو تا نقطه. پس تابع نیستش. اینجا هم دلیلش رو بهتون گفتم چرا تابع نبود، چون از مؤلفه اولم دو تا فلش خارج شده بود. اینجا هم دلیلش رو گفتم دو تا زوج مرتب دارم با مؤلفه اول یکسان، ولی مؤلفه های دوم نابرابر. اینجا مؤلفه دوم نابرابره ولی مؤلفه اولاش یکسانه. اینجا میخوام یه خط بکشم، ببینید توی دو تا نقطه داره قطع میکنه، پس تابع نیستش. دلیل این که روی محور یا روی مختصات تابع نباشه، باید تو دو تا نقطه قطع کنه، که اگه قطع کنه تابع نیست، باید توی یه نقطه قطع بشه. مثال آوردم انتها ادامش کامل راجبش صحبت میکنم. روی زوج مرتبم که بهتون گفتم مؤلف اولمون باید جدا باشه، اگر برابر بود مثل اینجا مؤلف دومش هم باید برابر باشه، که الان مؤلف دوم اینجا برابر نیست. سوال ندارید از این قسمت؟ بچه الان صدا مشکل داره یا صدا کامل میاد؟ خب مرسی. کلاس همون تا ساعت 7. فقط یه سوالتون رو جواب بدم. پرسیدید که اگه از مؤلفه دوم دو تا فلش خارج میشد تابع بود. بچه به مؤلفه دوم فلش وارد میشه، خارج نمیشه. یعنی ببینید اینجا رو، به مؤلفه های دوم فلش وارد میشه، هیچ وقت فلش ازشون خارج نمیشه. اینجا رو ببینید، از یک مؤلفه اولیه فلش وارد شده به دو، یا مثلا از سه وارد شده به شیش، از یک وارد شده به یک و منفی یک، از اینا به این مجموعه اولیه وارد نمیشه، که اگه بشه این میشه مؤلفه اولی، میشه مؤلفه دوم، جا به جا نمیتونن بشن. بریم سراغ این سوال. گفته کدام یک از رابطه های زیر بیانگر یک تابع است؟ چرا؟ میخوام توضیح بدم چرا تابع هستش یا نیستش. میگه آقا افو دارم، سه تا زوج مرتبه، یک و دو، چهار و هفت، پنج و شیش توش دارم. تک تک اینا بچه ها ببینید چند تا مؤلفه جداگونه هستن، پس قسمت الف من تابع است. چرا تابع بود؟ چون مؤلفه‌های اول یکسان و مؤلفه دوم یا یکسان یا غیر یکسان نداشتم. بریم سراغ دومی. گفته یک و پنج مشکل نداریم، دو نه، دو ده. اگه بخوام نمودارشو بچه‌ها رسم کنم میشه یک دو، اینجا میشه پنج نه ده. الان از یک باید به پنج وصل کنم، از دو باید به نه و به ده وصل کنم، که دیگه تابع نیست. تابع نیستش، چون مؤلفه اولش دو تا فلش خارج شده. اینجا اگه مؤلفه اول من یکسان بود، باید مؤلفه دومم یکسان میشد، که حالا چون یکسان نشده پس میگم آقا تابع نیستش. بریم سراغ سوال بعد. گفته اگر این رابطه که بهتون داده بیانگر یک تابع باشد. از این سبک سوالا زیاد میبینید، هم تو امتحان مدرسه‌تون، هم ایشالا امتحان من میخوام ازتون بگیرم، سوال زیاد میاد از این قسمت. گفته اگر این رابطه تابع باشد، بیانگر یک تابع باشد، نسبت آب بی رو از من میخواد. ببین چجوری حلش میکنم، خوب فقط به هم گوش بده. یه خود سوال خودتون نگاه کنید، ببین سوال چی خواسته ازت. گفته اگر این رابطه بیانگر یک تابع باشد، نسبت آب بی رو از من میخواد. بریم ببینیم آقا خودش چون گفته تابع هستش، مؤلفه اول برابر اگه داشته باشم، ببین اینجا رو، این زوج مرتب اولی و زوج مرتب دومی، مؤلفه اول هر کدومشون یک و یکه، با هم برابرن. مؤلفه دومش یکیش دوه، یکیش دوه به اضافه بیه.
آقا اینو چجوری باید حلش کنم؟ میگه بچه چون خودش گفته تابع هست پس این مؤلفه های دوم باید با هم برابر باشن. یعنی چی آقا؟ یعنی باید بنویسم دعای به اضافه بی برابر با چند باید باشه بچه ها؟ برابر با دو که تابع بشه، خودش گفته تابع است. و بعدی گفته سه و چهار، سه و دعای منهای دو بی، پس الان باید این دعای منهای دو بی هم با چهار برابر بشه که گفته یه سوال درست باشه که خودش گفته تاب است. پس می نویسم دعای منهای دو بی باید برابر با چهار بشه. خیلی خوب، نسبت آ و بی رو میخواد، یعنی باید آ رو پیدا کنم، بی رو پیدا کنم، بعد آ رو تقسیم بر بی کنم، نسبتش به دست بیاد. یه دستگاه به من داد چجوری باید حلش کنم. آقا همتون بلدید دیگه، اگر بالاییه رو در یه منفی ضرب کنم ضریب دو آ و دو بی قرینه هم دیگه میشن، پس این بالاییه رو در یک منفی میخوام ضربش کنم. با این رنگ دیگه مینویسم بهتر مشخص بشه. در یه منفی ضربش کنم، دعا در یه منفی ضرب بشه میشه منفی دعا، بعدی در یه منفی ضرب بشه میشه منفی بی، بعدی در یه منفی ضرب بشه میشه منفی دو. اینم که خودشو می نویسم دعا منهای دو بی مساوی است با چهار. خب این دعا دعا با هم ساده میشه، یه بی منفی دو بی منفی میشه منفی سه بی مساوی با مثبت دو، دوتا میمونه ازش. مقدار بی چقدر شد بچه ها؟ مقدار بی از اینجا به دست میاد منفی دو سوم. این شد مقدار بی. مقدار بی رو باید جایگذاری کنم تو یکی از این نمود، تو یکی از این رابطه هام که مقدار آ به دست بیاد. میخوام با یه رنگ دیگه بنویسم. خب باید جایگذاری کنم، بی رو باید بذارم منفی دو سوم، تو همون اولیه جایگذاری میکنم، یعنی مینویسم دو آ به اضافه منفی دو سوم مساوی با دو. خب دعا رو این سم نگه میدارم، منفی دو سوم برانور میشه مثبت دو سوم، مثبت دو سوم با دو هم جمع بشه میشه هشت سوم، پس دعای من مساوی با هشت سوم که از اینجا مقدار آ به دست میاد هشت سوم تقسیم بر دو، یه مخرج یک بهش میدم، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه هشت شیشم که ساده بشه میشه چهار سوم. مقدار آ به دست اومد چهار سوم. هنوز تموم نشده، هنوز تموم نشده، خوب به این دقت کن، مقدار آم شد چهار سوم، یعنی آ اینجا به دست اومد چهار سوم، بی هم به دست اومد منفی دو سوم. حالا باید به دست بیارم نسبت این دوتا رو، باید بگم آ تقسیم بر بی چی میشه؟ آ تقسیم بر بی مساویه با آ شده بود چهار سوم، بی هم شده بود منفی دو سوم، سه ها که با هم ساده میشه میشه منفی دو، پس نسبت آ به بی شد منفی دو. سوال پرسیدین اگر مؤلفه اول قرینه دیگری باشه مؤلفه دوم قرینه میشن، یعنی چی آخه مؤلفه اول قرینه باشه؟ متوجه سوالت نمیشم. بریم سراغ سوال بعد. بچه صورت سوالی اشکالی داره، بعد تغییرش بدیم. سوال بعدی صفحه 91 یه اشکالی داره، بعد تغییر پیدا کنه. اینجا دعا نیست، چهار آه. این دعا رو بکنیدش چهار آ. حالا میخوایم بریم حلش کنیم. با توجه به این توضیحات بریم سراغ حلش. صورت سوال خوب نگاه کن. گفته اگر رابطه F مساویه چند تا زوج مرتب براتون آورده بیانگر یک تابع باشد، مقادیر ممکن برای آ را بیابید. خب اینا انشالله همه تغییر دادن دیگه. 6 و آدو منهای 4 آه، این دو نیستا، 4ه بچه ها، 4ه.
6 و 21، آ و 2، 7 و 3، منفی 3 و مثبت 2. گفته بیانگر یک چی باشد؟ دوباره خودش به ما گفته تابه است. مقادیر آ رو گفته پیدا کن. گفته بگو آی من چند تا مقدار ممکنه یکی دو تا چند تا مقدار داشته باشه. گفته شما اونو پیداش کن. با توجه به این دو تا زوج مرتب اولی، مؤلفه اول 6ه، اینم مؤلفه اول 6ه. پس مؤلفه های دومش هم بگید. باید با هم برابر باشه. بارکلا. پس اینجا می نویسم آ2 منهای 4آ باید مساوی چی بشه بچه ها؟ باید مساوی 21 بشه. قبوله؟ حالا 21 رو میارم اینور. 21 بیاد اینور میشه آ2 منهای 4آ منهای 21 مساوی صرف. یه معادله بهت داد. معادله چجوری باید حلش کنم؟ آقا از چه رابطه ای؟ جمله مشترک. مشترکاشو می نویسم. دو تا عدد به هم بگو که ضربش بشه 21 جمعش بشه 4. مطمئنا میشه 3 و 7. 3 و 7 میشه 21. فقط حواست به این باشه یکیش باید منفی باشه یکیش مثبت، که از هم دیگه کم میکنی علامتش منفی باشه، در هم ضرب میکنی باید یکیش منفی بشه. پس اینجا میگم آقا اگر 7 منفی باشه 3 مثبت باشه. 3 مثبت باشه. این دوتا مساویه چی بودن بچه ها؟ مساویه صفر بودن. نتیجه تک تکشون، یعنی یه آی من اینجا مساویه صفر اگه قرار بدم اینجوری، بذار اینجا بنویسم، میگم آی به اضافه 3 مساویه صفر، آی منهای 7 مساویه صفر. یه مقدار آ به دست میاد منفی 3، یه مقدار آ هم به دست میاد مثبت 7. حالا تک تک اینا رو میخوام جایگذاری کنم تو این رابطم، ببینم کدومش قابل قبول میشه. تک تک میخوام جایگذاری کنم. برای جایگذاری کردنش میگم آقا اولی 7 رو جایگذاری میکنم. اگر 7 رو جایگذاری کنم اینجا اف من برابر میشه با 6 و 21. 7 رو میخوام بذارم جای آ. 7 7 میشه 49 تا منهای 4 7 میشه 28 تا، از هم دیگه کم میشه میشه 21. اینجا میشه 6 و 21. ببین تا اینجا تابه است، مشکلی ندارم. از اینجا به بعدش جای آ میخوام بذارم 7. میگم 7 و 2 بعدیش 7 و 3. آقا تابه، حالا اصلا بعدیش هم نمیخواد بنویسم ولی خب مینویسم، منفی 3 و 2. آقا تابه نیست. چرا؟ چون این دوتا داره کارو خراب میکنه. یه 7 و 2 دارم، یه 7 و 3. مؤلفه اول برابر ولی مؤلفه دوم نابرابر، انگار که از این هفته دو تا فلش خارج شده. پس این هفته غیر قابل قبوله. این نیست. بریم سراغ منفی 3. ببین با منفی 3 چجوری حلش میکنم. تک تک دوباره جایگذاری میکنم. اگر 3 رو بذارم اینجا 3 ستا میشه 9 تا منهای، چون منهای 3 دارم اول ضرب کنی 3 رو ضرب در 4 کنم میشه 12 تا، میشه منهای 12. منهای 12 یه منفی هم پشتش داره میشه مثبت 12. پس میشه 9 به اضافه 12 بازم میشه 21. پس مینویسم 6 و 21. بعدیش هم میشه 6 و 21. دوباره تا اینجا تابه است. بعدیش میشه منفی 3 و مثبت 2، 7 و 3، منفی 3 و 2. آقا درست شد دیگه، تابه است. مؤلفه اول یکسان ندارم که ببینید که مؤلفه دومش هم بخواد یکسان باشه یا نباشه. این دوتا مشکلی پیش نمیارن چون هر دوتاش با هم برابرن. این همه رو نوشتیم، راه حل تشریحیش بود. راه حل تستیشو میخوام بهت یاد بدم. راه حل تستیشو خوب نگاه کن برای اینکه خوب برات جا بیفته. گفته اگر این رابطه، میخوام تستی حل کنم اصلا بدون اینکه بخوام چیزی بنویسم، بدون اینکه بخوام چیزی بنویسم میخوام راه حل تستی شو بهت بگم. گفته این رابطه رو بهت داده، مقدار آ رو گفته به دست بیار. بچه‌ها اینجا رو ببینید، من نگاه میکنم میگم آقای اولیه که اصلا تکلیفش مشخصه، این آ2 منهای 4 آ باید بشه 21 باشه، اگه بشه که تاب است. میام سراغ بعدی، این دو تا رو نگاه کن. باید اینجا رو ببین، این آه با این باید برابر بشه، آب و دو. پس آه من مقدارش چنده بچه ها؟ منفی 3.
این دوتا زوج مرتب رو در نظر بگیرید، مؤلف دومش یکسانه، پس مؤلف اولش هم اگه یکسان باشه گفته خود سوال درست میشه دیگه، میشه تابع. مؤلف اولش هم میخوام یکسان در نظر بگیرم، میخوام در نظر بگیرم چند؟ میخوام در نظر بگیرم منفی 3. یعنی آ من باید چند باشه؟ منفی 3 باشه. بدون اینکه اصلا بخوام محاسباتی انجام بدم سوال میتونستین این شکلی هم حل کنین، ولی این راه حل تشریحش لازمه. تمومه؟ یه مثال دیگه، یه صفحه دیگه دارم در حد 2-3 دقیقه. باشه اشکال ندارم، ما هم دیر تحویل گرفتیم، 2-3 دقیقه دیگه. بچه ها بریم سراغ صفحه آخر. نکته هاشو بهتون گفتم، فقط راجع به تابع بودن یا نبودنش میخوام یه توضیح مختصر بدم. اینجا رو ببینید، گفته از روی نمودار، از روی شکل میخوام بررسی کنم. اگه از روی شکل بخوام بررسی کنیم، بهتون گفتم چه اتفاقی باید بیفته. شکل ها رو خوب نگاه کنید. 4 تا شکل براتون آوردم. 4 تا شکلی که اینجا هستش بیانگر چیه؟ گفتم آقا از بالا خط بکش. خط که میکشی باید خط شما تابتون رو، نمودارتون رو توی یه نقطه قطع کنه. الان اینجا داره توی یه نقطه قطع میکنه. پس تاب است. اینجا هم داره توی یه نقطه قطع میکنه. این دوتا هم تاب است. اما اینجا رو ببینید، توی دوتا نقطه داره قطع میکنه. به تاب نیست. اینم که اصلا خودش داره داد میزنه. توی دوتا نقطه است. پس مورد آخرش هم تاب نبود. و دامنه و برد بود که بچه‌ها توضیح دادم، نکته هاشو بهتون گفته بودم، باز مطالعه بکنید. گفته دامنه و برد، اینو میخوام مشخص کنم. دامنهش بچه ها میشه آ 2 و 3، بردشم میشه 1 B و C. اینجا دقیقا براتون مثالش اومده. انشاءالله بازم توی کانال براتون یه سری نمونه سوال قرار میدم. تا جلسات بعدیمون خدا نگهدار.